به نام خداوند، تاپیک امروز ما شما روز گذشته به ادامه چی بود؟ یوزر اکاونت بود نی؟ امروز به ادامه یوزر اکاونت ما شما lusrmdr.msc را کور میکنیم. اوکی. مستقیم دارم میریم نوشتن میکنین lusrmdr.msc. دیگه هم شما یوزر کریت کرده میتونین. به طریق دیگه ای هست. اما یکی از مزایای ازی است که میتونین بالا یوزر قاعده ها وضع کنین. یوزرها را شامل گروه بسازین. این موضوعات داره. اوکی. ببینیم. در قدم اول ما میرم در قسمت یوزر. چندین یوزر اینجا هست اینا را میگم دلید. یس. را میگم دلید. یس. خب. حال دیگه رایت کلیک میکنم در قسمت نیوی. در نیو موضوع اول شما دارین یوزر نیم. موضوع دوم است فول نیم و دسکریپشن. یوزر نیم فرض کنم یکی بنام کابل باشه. فول نیمش هم مثلا بنام افغانستان باشه. فول نیم عبارت از لاگان نیم یوزر است. فول نیم عبارت از چیست؟ لاگان نیم یوزر و نام فول نیم اپلای کنم. فول نیم لاگان نیم یوزر را میگه. یعنی یوزر نیم چی دادم براش؟ کابل. فول نیم چی شد؟ افغانستان. در لاگان نیم کابل نیم نمیه بلکه چی میه؟ یوزر نیم نمیه بلکه چی میه؟ فول نیم میه. یعنی کابل نمیه بلکه چی میه؟ افغانستان میه. دسکرپشن براش میتیم کابل افغانستان. یا میگی مثلا کابل افغانستان یوزر. بعد از اون پاسورد چه؟ دسکرپشن اینجا هم دسکرپشنی که باش دادین ظاهر میشه. پاسورد چه برش میتیم؟ میگی پاسورد رو باشه مثلا شفت افزالی. خب متوجه شفت افزالی خلاص. یک دو سه کمپلکس بده. شفت افزالی یک دو سه. چیز دیگه ای که دیگه قسمت مطرح میشه دوستان، اینجا چهار آپشن هست. هر آپشن از اینه پرکتیکل با شما کار میکنیم. آپشن اول است یوزر مسنج پاسورد ات نکس لاگان. اگر این آپشن تک میمونین هر بار که شما لاگان میشین از شما چی میخواه؟ یوزر اکاونت پاسورد قبلیش رو تایپ کردین و یک پاسورد جدید میخواه. این تک کنین بعد از این کریت کلوز. ولی من میخواهیم لاگان یوزر شما. یوزر به نام کیس نیمش؟ کابل. دسکرپشنش؟ کابل افغانستان یوزر و قسمت فول نیم چی شد؟ افغانستان. ولی اگر من سویچ یوزر برم. اوکی. و مجرد که من بالای سویچ یوزر کلیک میکنم. اونجا چی آمد دو جلو من نیم؟ افغانستان. سیست. بالا از کلیک کنیم. پاسوردش رو تایپ کنیم. اوکی. یک دو سه. با مجرد که تو میگی شفت افضلی یک دوستی برد میگه the user password must be changed before login on the first time. اون جابشن را تک مانده. این مسئله دلیلش ایست که اون جابشن تک مانده. بعد از اینکه میگید اوکی، حالا یک چی میکنید؟ لاغن شده؟ میتونید بودن پاسورد بگم اون مسئله را برتا میده تا این لاغن شده. اوکی. دوباره سم چیزا. اوکی. میم بالا یوزر ادمنستر بزن. چیز دیگه ای که در این قسمت هست ببینین یوزر را دلیت میکنین یا میمونین هر چی که اختیار دارید. اوکی. حالی که ببینین او رخ فامیلی نه موضوع از این رخ فامیلی نه از او اپشن هم سر از یوزر رایت پست یک یوزر دیگه کریت میکنه یا رایت کلیک میکنه سر از یا یک یوزر دیگه کریت میکنه رایت کلیک میکنه نیم یک یوزر جدید بسازه. یوزر هم میگه بنام کابل و فول نیم هم بنام کابل باشه خلاص. دسکریپشن نمیدونم پسورد چم میگم کابل باشه. اوکی. حالی افشان دوم را تک میکنم. میگم یوزر cannot change password. پسورد از یوزر چی شد؟ آفرین. میگم یوزر پسوردش کابل باشه یعنی پسورد خود را چنج کرده؟ نتانه. بعد از تو میگین کلیت دوباره میگین کلوز. حالی اگر شما سویت یوزر بگیره دمو یوزر لاگن میشه. یوزر نیم خود فامیده نیم. اوکی. اینه یوزر بنام کابل است. پسوردش چی است؟ کابل. مسیج خونه داد بیشتر برای که پسورد چکیم چرا آپشن اولی بود او را تک نمانیم دهیم. حالی اگر یوزر میخواه برای پسورد خود را چینج کنه پسوردش چی بود کابل میخواه چینج کنه چینج نمیتونه شما ببینیم. اوکی میره در قسمت کمپ رو کنم. اوکی قسمت یوزر اکنم. اوکی بعد از اون میگه چی؟
چینج یور پاسورد. خوب باریکی موضوع رو ببینین. بالا از کم کلیک میکنم میفهمین خود درسته. بعد میکرد پاسورد. پاسورد اولی چیست؟ کامل. پاسورد جدید برش مثلا افزالی و افزالی. با مجرد میگه چینج اوتوماتیکلی میگه ویندوز کانات چینج ده پاسورد. صحیح؟ اینا رو میرین و ببینین و باز تکرار کنین. پاسورد جدید چه افزالی؟ بگم بیاد قبول میکنه افزالی. بگم چند نمیتونی پاسورد ده. اگر دوباره سویچ یوزر میره داخل یوزر چی میشه؟ ادمنستریتور میشه. از یوزر ادمنستریتور اگر پس میگه نه ای باید بتانه چی کنه پاسورد خودا چنج بره. پس بنا به همین دلیل اگر از اوج اجازه میتی برش خیلی لطفا سر یوزر کابل باید کلیک کن در قسمت پراپرتیز برو. به مجرد که در پراپرتیز رفتی دستور استک بکش برش برو اپلای و اوکی. حالا اگر تو سویچ یوزر میره قسمت سویچ یوزر لاگن شده یوزر کی؟ کابل. پاسورد چی بود؟ حالا اگر تو میری در کانت اوپنر رن کانت اوپنر اوکی یوزر اکانت انتر. بعد از اون میگی چی؟ چینج یور پاسورد. پاسورد اولی چیز؟ کاور. پاسورد دومی تا تایپ بکن سال افزالی شفت افزالی انتر یا خود افزالی انتر. پاسورد چی شد؟ چینج شد. اینان پاسورد دادی چی شد؟ افزالی شد. اگر از اون جوابشن اجازه نتاد منستریتور یک قادر به اینیست که پاسورد خودا چی کنه؟ چینج کنه. خب آپشن دیگه که در این قسمت ما شما داریم در قسمت lusrmgr.msc در قسمت user account properties اوکی. آپشن دیگه از پاسورد نیور اکسپایر به شکل بای دیفالت یا استاندارد پاسورد بعد از چند روز از بین میره؟ بعد از 42 روز پاسورد از بین میره. بعد از چند روز؟ 42 روز. شما دارن نوشته کنید secpool.msc انتر کنید. در secpool.msc اینجا مشاهده کنید. اینه local security policy برتان باشید. در local security policy قسمت account policy password policy maximum password each چقدر هست؟ 42 روز. تا 42 روز پسورد یوزر از بین نمی رود. در اونجا اگر تو خوب دقت اینجا تا 42 روز پسورد یوزر برش وقت دادی نی؟ سیسی؟ اگر تو در این قسمت میری برای زیر ایتکرک در پراپرتیز میری برای زیر میری پسورد نیور اکسپایر حتی اگر اینجا 42 روز هم فرصت برش داده با 42 روز اگر کمپلیت میشه یعنی کامل هم میشه یا تکمیل میشه بعد از این هم پسورد یوزر از بین نره یعنی اکسپایر نشه تاریخش تیر نشه. شما یک یوزر دارین فرض کنید برنامه کامل اگر 42 روز بعد پسوردش هم میزنین برنامه افضلی است بعد از اون لاگین شدن هم میتونین اگر این آپشن تک نباشه اگر تک باشه میتونین برتون میگه اکانت لاک اوت و فلان دیگه پاش شده چک مسائل برتون مطرح میکنن. بنابراین این همین دلیل اگر شما میگه پسورد نیور اکسپایر اکسپایر نمیشه پسورد درست ان شاء الله. آپشن دیگه است اکانت از دیسیبل ببینین اکانت از یوزر است مگر دیسیبل است ببینید اینی اکانت گیست است شما ببینید دسیبل است به چی مفهوم؟ یعنی اکانت وجود داره مگم در لاگان نیم نشان نمیتیش به مجرد که یک یوزر میخواه لاگان شما در اینجا نشان نمیتیش اطور یک مفهوم میتونید ببینید اگر من سویچ یوزر میرم اینجا شما سعی کنید سویچ یوزر یوزر برام کابل است یا نه؟ هستی؟ داخل لاگان شما میتونه این لاگان شما پس دوباره میخواییم از این لاگ آف شامه میره داخل چی؟ ادمنستریتور پس رو در ادمنستریتور که لاگن میشه در ادمنستریتور ببینین خوب دقت دوستا حالی ما چی بگم؟ میگم اکاونت از دسیبل رایت کلیک در پراپرتیز اگر میگه دسیبل اکاونت دلیت نمی کنه فقط صرف تنها کاری که میکنه اکانت تان دسیبل است یعنی در لاگان نیم نشان نمیدیش در کجا؟ در لاگان نیم لاگان نیم اونمو یک جایی هست که شما میدارین در یوزرتان لاگان شد دو جا نشان نمیدیش ببینین این حالی دسیبل شد اگر من سویچ یوزر میرم شما در اینجا سویچ یوزر کنین آیا اکانتی به نام کابل نشان داده میشید؟ آره هستین؟ کابل ما اینه بله ساخته بجا دوباره بین در ادمنستریتور میگم اکانت باید چی باشه؟ دسیبل باشه پروپرتیز برای زمین که مکان دو چی کنید؟ دسیبل اوکی کنید یک بار رفرش کلوز آن کنید
ایران پلوس کنیم و یک بار جی پی اپدیت کنیم. جی پی اپدیت گرچه پالیسی واسه نکرده که جی پی اپدیت کنیم سال سال چودم بگیم باز هم هست. اگر شما داخل از امیل اکانت میشنید ولی ری یک بار شما چی کنید؟ لاگ آف کنید. پس داخل از شما یک اکانت لاگ آف کنید. اینجا براتون میگه Your account has been informed disabled. ببینید محصول چی میگه براتون؟ میگه اکانت دیسیبل هست. هر چی که تو پسورد براش تایپ میکنی بازم میگه اکانت دیسیبل هست. پلیز چی میگه؟ پلیز سی یور سیستم ادمنستریتور. من پسورد افضلی دقیق تایپ میکنم میگه اکانت چیز دیسیبل هست. صحیح شد نی؟ اینا لی پس دوباره در قسمت سویچ یوزر میرین. اوکی. حالی در ادمن میگم نی از دیسیبل بکشم. دوباره در قسمت ادمنستریتور قسمت LSR MGR.NC میرین. بالای زمین یوزری که به نام کابل است رایت کلیک پراپرتیز در این قسمت این دستور را سک میکشن یک بار اوکی حالا اگر شما سویچ یوزر میین لاگن میشید به یوزر ببینید حالا این نمیگه دستور پاسورد چه بتین اوکی حالا فهمید داشت اکانت هست توی استفاده نمیتونه درست شد نیم مثل که غذای بسیار خوشمزه پیشت هست تو پریز هستی خورده نمیتونی همونطور یک بار سیسی اوکی. خب مسئله دیگه یک دقیق قسمت با شما دوستا داریم بنوان نهایت ترین آپشن در LUSRMGR.MC ببینیم آپشن در آخر غیر فعال است Account is Lockout. Account is Lockout تکرار میکنم Account is Lockout چه کار میکنم؟ ما یک اکانت به نام کی داریم؟ کابل همین داره بسته که سرسدا میاد نباشه به نام کابل داریم اسم فای بی سیز دیگه دیوانه میکنم حرکتی سرسدا میاد به نام کابل یک اکانت داریم. ما اگر داخل از اون میرم یک بار یا دو بار سه بار پسورد غلط بزنم بار چهارم پسورد درست تایپ کنم لاگین شدم میتونم نی؟ خب یک بار غلط دو بار غلط سه بار بار چهارم پنجم حتما درست تایپ میکنم لاگین میشه. موضوع چی است؟ ما از قسمت لوکال سکیوریتی پالیسی تطبیق میکنم میگم اگر یک بار یا دو بار یا سه بار پسورد غلط تایپ کرد اکانت برای یک ماه، دو ماه، 45 روز، 50 روز چی شود؟ لاک اوت شود. کسی لاگین شده نتواند. حتی اگر پسورد درست هم تایپ میکنه. اگر دو بار غلط تایپ میکنه یک ماه لاک اوت شود. کسی لاگین شده نتواند. حتی اگر چی میکنه پسورد درست هم تایپ میکنه. این آپشن تو فعال میشه. این زمان فعال میشه که تو دارن برید sickpool.mc. در قسمت sickpool.mc پسورد پالیسی، اکانت پالیسی بالای Account Lockout Policy برین دبل کلیک کنید. آپشن وسطی است Account Lockout بالا از دبل کلیک میکنید. میگم اگر دو بار پسورد غلط تایپ کرد Lockout شد براتون میگه Counter will lock out after enter. برای چقدر مدتی Lockout شد یک اکانت از یک اکانت استفاده نشد براتون میگه Account Lockout Duration یک آپشن در قسمت بالا. قسمت پایین آپشن دیگه هست Recent Reset Account Lockout Counter After آپشن دومش. آپشن اولی اگر میگین مثلا بعد از 100,000 دقیقه 100,000 دقیقه تون چقدر میشه؟ چند هزار؟ 10,000 از 10,000 جا تا داریم 10,000 دقیقه تون چقدر میشه؟ بعد از اوکی کنین اینه بیاین میگیم تا 10,000 دقیقه چی باشه اکانت؟ لاکاوت اینا لی 10,000 دقیقه را اگر شما میرین در قسمت اکسل محاسبه میکنین 10,000 دقیقه را به ساعت تبدیل میکنین پس چی میگین؟ میگین مساوی سن قوس شده میگین 10,000 همونطور بود نی تقسیم 60 هر 60 دقیقه یک ساعت است انتر چقدر شد؟ 166 ساعت سیست؟ بیده میگین مساوی سن تقسیم چی؟ تقسیم 24 چرا 24؟ هر روز ما 24 ساعت هست چقدر شد؟ 6 شد سه شد نه؟ یا اگر تو دیجا میری اضافه میکنی خود 10,000 شد نه؟ برای تو میگم 10,000 نه 90,000 90,000 اوکی حالا اگر تو اینجا میگی برای تو میگی که 90,000 رو برمان باسو بکن چند هزاره؟ 10,000 هست که بگرد میگی 90,000 چقدر شد؟ 1500 روز 1500 روز تقسیم 24 چند روز؟ 60 روز چند ماه؟ دو ماه
دو روز و یک روزش هم میگذره. اکاونت دو ماهی فیکس لاک اوت میشه، حتی پسورد درست هم اگر برش تایپ کنید. آپشن دیگه ای که در آخر آخر از این وجود داره دوستا، خوب متوجه باشید، هیچ آپشن دیگه ای هم اینجا وجود داره. این چی میکنه؟ اینجا این آپشن چی میگه؟ میگه ریست اکاونت لاک اوت کانتری افتر. این چی میگه؟ اگر احیانا ناگهانا بعد از 30 دقیقه بعد اگر این پسورد درست تایپ بکنه اکاونت شما دوباره لاگن شود. و این شما اگر که میگه که مثلا بعد از 80 دقیقه باز بتانه کانت کنه، یعنی بعد از 40-45 روز بعد اگر باز اگر پسورد درست تایپ تانست لاگن شود، اگر نتانست ولی فهمیدش و میتونین بعد از 1 دقیقه بگوین شد. ببینید اگر شما دیگه میگیم که مثلا بعد از 1 دقیقه انتر میکنه، این رو بعد از 1 دقیقه اگر پسورد درست تایپ میکنه لاگن میشه. خوب متوجه باشین، سعی کنین مال سوچ رو در بیارین. خوب متوجه، این رو کلوز میکنیم، این ویزا رو کلوز میکنیم، خلاص. من میرم سوچ رو در بیارم در قسمت استارت برای تو میگر سوچ رو در یا شارکتش فیلو لاغن کی هست. حالا اگر ما دیگه میرم که پسورد یک بار غلط تایپ میکنم، گفتم اگر چند بار غلط؟ دو بار. یک بار غلط، دو بار غلط. بار سوم پسورد چی بود؟ افضلی انتر. برای چی مسج میده؟ یعنی براتون میگه The reference yes account is currently locked out and may not be logged on to. نمیتونه لاگن شه. حتی اگر پسورد درست تایپ کنی. اینولی اگر یک دقیقه پر میشه، یک دقیقه بعد پسورد درست تایپ بکنید لاگن میشه. بیاین که یک دقیقه زی پر شه، یک دقیقه صرف زمین میکنه موضوع مهم است. خب ادمین پسورد چه غلط نداره بدل بلاش. ادمین کار نکنیم. خب این آپشن اخر ان شاء الله فهمید. نجی خفم تفهیم گرفته. پس بعد چی؟ سکول نات میسی. اوکی. اینا فهمیدین. اکاونت پالیسی سی دستور فهمیدین فیکس دی. ان شاء الله دیگه مشکل خاصی وجود نخواهد داشت. می بالای موضوع دیگه در پالیسی شما یکی اکاونت پالیسی میخوانین، یکی پسورد پالیسی میخوانین در لوکال. اگر نیتورک باشین باز ما کلاس های چی دا لوکال پالیسی ها رو براتون مانند ایدیت پالیسی، یوزر رایت اسایمنت پالیسی و سکیوریتی آپشن ها رو براتون کور میکنیم. به می ترتیب ویندوز فایروال هست، به می ترتیب مثلا شما ببینید این قسمت نیتورک پالیسی ها هست، ولی می ترتیب مثلا نیتورک منیجمنت پالیسی کی ها هست، سافتویر استرکشن پالیسی هست، اپلیکیشن کنترل پالیسی هست، آی پی اینترنت پروتکل پالیسی ها هست و می ترتیب زیاد هست. اینا شما همون پالیسی که برای شما به درد بخور هست یا مورد استفاده تان در لوکالی کامپیوتر میشه و عبارت از سیس اکانت پالیسی، در اکانت پالیسی دو پالیسی، یکی پسورد پالیسی، یکی اکانت لاک اوت. اکانت لاک اوت کنترل تماشا فامیل فقط میایم بالا چی پسورد پالیسی. در پسورد پالیسی اینا قدر آپشن ها دوستا ببینید نیجه چی چیزا هست. آپشن اول است انفورس پسورد هیستوری. این پسورد تان برای چند بار، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار نگهداری شون در ایونت ویر تعدادش ذخیره شود. دیگه تعیین میکنیم مثلا میگم هیستوری شود تا فرض کنیم تا به 6 بار. یک مثلا مسئله دوم مکزیمم عمر سن سال پسورده که ما ارتباط گرفتیم با الیوستار انجیار دات ام سی که گفتیم بعد از چند روز اکسپایر میشه 42 روز. تو میتونی 42 روز بگی که مثلا بعد از 2 روز اکسپایر شد، یا 42 روز مثلا بگی که بعد از 900 روز اکسپایر شد، یا 9000 روز اکسپایر شد. نه 900 روز، 900 روز چقدر میشه؟ یک سال و چند روز است؟ 365 روز. یک سال، دو سال و 600 چند روز، 700 روز. تقریبا تا دو نیم سال پسورد از اکسپایر نمیشه. از کدام یوزر؟ هر یوزری که شما کریت کنید. پالیسی که وضع میکنید دیگه بالای کل یوزر رو تطبیق میشه، بالای یک یوزر نیست، یا متوجه باشه. این حال هر چیز یوزر جور میکنه از اینه جینه میگه لوکال سیکیوریتی پالیسی رو وضع. مسئله دیگه دیگه مین میگه مینیمم پسورد ایچ. ما خب برای ازی گفتم که تا اینقدر وقت پسورد اکسپایر نشه. میگم اگر فرض کنیم بعد از 200 روز که تقریبا یک سال پوره نمیشه، چند ماه میشه؟ نه 7-8 ماه میشه. اینا یعنی 200 روز نه 9 ماه تقریبا میشه، نه 9 ماه مقدر طول میکشه یا کمتر از 9 ماه میشه. خب هر چی که میشه، یعنی 200 روز که پوره میشه بعد از 200 روز، بین 200 روز و 900 روز چند روز باقی میمونه؟ بین 200 روز و 900 روز 700 روز باقی میمونه. بین این 700 روز مسج بهت میگه که پسورد کامپیوتر چی میشه؟ در حال اکسپایر شدن هست. ولی فهمیدش؟ در حال چیز اکسپایر شدن است، لطفا پسورد رو تبدیل کن یا چه فرضی بهت مسج کن. مسئله دیگه دیگه چی است؟ مینیمم پسورد لنت. ببین
تعداد کرکترهای پسورد شما تعیین میکنید. مثلا من میگم اگر یک یوزر اگر کسی لیکنتر یوزر جور کرد اگر پسوردش از 4 کرکتر کم بود یک کرکتر میده و این موضوع در دیتورت به نام اکتید میخوانید. برام چی؟ اکتید. اینجا میگم اگر از 4 کرکتر کم بود یوزر جور نشد. سعی کنید شما دوستان. اوکی. من این یک یوزر جور میکنم فرض کنید به نام افغان. حالا گفتم شما افغان. پسورد چه میگم مثال پسورد باشه AF A. باید بگم AF A. اگر این دیگه کلیت جور شد؟ نه. چی میگه براتون؟ میگه The password does not meet the password policy requirement. ای با پسورد پالیسی ست نمیشه. ریکوایرمنت از اون نیست. دو جا ریکوایرمنت ها گفتیم چند تا کرکترش باشه؟ شانس. میگم از 4 تا اگر زیاد باشه مشکل نیست. از 4 تا کم نباشه. اگر میگن AF AF باید بگن AF AF کلیت میکنه نه نیست. سی سی کلوز کنیم ببینیم یوزر جور کردیم منم افغان. چیز دیگه ای که در قسمت هست آلی خو ما گفتیم 4 تا پسورد 4 تا باشه اینال یک اینمی 4 تا پسورد به چی شکلی باشه متوجه؟ اول هست پسورد must meet complexity requirement یعنی complexity به چی مفهوم؟ من خود چه تعیین کردم که تعدادش که 4 تا کم بود یوزر جور نشه پسورد. اگر اینجا تعیین میکنین که انتر میکنین برازی میگین که انیبل میسادینی را باید پسورد چی باشه؟ کمپلکس باشه، مخلوط باشه، هم شفت، هم نمبر، هم چی؟ حروف باید استفاده شد. و اپشن دیگه است استور پسورد یوزنگ ریورسیبل انکرپشن. انکرپت هم براتان بکنه، انکرپت یعنی 128 توتی سمبولیک براتان تبدیل میکنه که هکران نتونه فایل کنه. ایران انکرپت میگین برازی خیلی بینی را منیبل کنه انکرپت هم براتان میشه پسورد. اوکی. ببینید اینو اگر ما دیگه میایم یک یوزر جور میکنم رایت کلیک میگم نیم یوزر جور میکنم فرض کنیم به نام ولید یک نام از ولید و پسورد چه میگیم چی باشه AF AF چهار تا از این رو بعد نظر گرفتیم صحیح باید میگم AF AF اگر کلیت میکنیم جور نشد چرا نشد مسئله دوم بگی میگه تو اگر دمینی من پسورد لنتت خود درست شد باز میگه the password complexity and password just history requirement اونجا را من در نظر بگیم password باید مخلوط باشه بگوین A shift A ببینین shift A باز بگوین F 1 2 3 زیاد باشه مشکل نیست باز بگوین که shift A F 1 2 3 بعد از کریت بگوین اوتوماتیکلی یوزر چی شد؟ صافت شد باید مخلوط باشه اگر گدوت نباشه با دو صورت کار نمیکنه. حالی میریم که داخل یوزری که یک دقیقه فرصت شد این کرده بودیم زیادتر از یک دقیقه شد لاگن شده میکنیم یا نمیریم سوی چونه اوکی. همین یوزر بود کابل بود نیم پسوردش چی بود؟ افزالی باز هم بگه افزالی اوکی. میگه لاگن شده نمید فکر کنم یک دقیقش کاونت نشده بود پس رای حل از این خیلی چی خواهد بود؟ داخل ادمنستریتور شوید در LUSR MGR اینجا ببینید یوزر برام کابل بود نید رایت کلیک در پراپرتی سازید آپشن چی شد اینجا؟ فال شده قبلا چی بود؟ غیر فال بود اکانت از لاک اوتی دستک بکشین و اوکی کنید دستک بکشین اوکی کنید حالا اگر بین سویچ یوزر داخل یوزری که میشه؟ داخل یوزر کابل میشه با وجهه که پسورد رو نشان کردیم افزالی انتر میکنیم داگل شده سی شد اینی یکی از قانون یا قاعده های پالیسی است که شما وضع میکنید که به چه شکلی باشد اوکی دوباره وارد ادمنستریتور شده اینا روز گذشته ما شما از نوتپد هم یوزر جور کردیم از سیندی هم جور کردیم نی اگر پالیسی وضع باشه کارا کردن نمیتون ببین میریم در سیندی میتونی کار کنید سیلس کالر از یان چیز میکنید اوکی میگی نیت یوزر مثلا بنام مثال میگی لوگر یک نام میگی سلاش ای دبل دی کامل سر میکنی اوتومات مسیج برای چی میدن برات میگه the password does not meet the password policy در صورتی که تمام کار درست است مگم برات میگه متاسفانه که تو نمیتونی اینجا اویلیبل برات میگه بای تایپنگ نیت یوزر اینا قدر ایرور داری نمیشه خیلی برو پاسورد پالیسی ها را چی بساز؟ آف بساز برازی بگو بیادر
تو هم ضرورت نیست که نیول باشه این سر تو هم ضرورت نیست که نیول باشه و کرکتر هم میگیم چی باشه؟ صفر میگیم که کل چیز رو قبول کنه سیست روزش هم میگیم مثال صفر میگیم و این بای دیفال چند است؟ چند است صحیح شده شما؟ و اینا رو میگیم صفر در خلاص مسئله دیگه دیگه چی است؟ اکاونت لاکاوت تو رو پس بارم و منیت از این رو بگیم که صفر باشه خلاص دیگه از یک توی 99 روز میشه خیلی به ایشتر ایشتر صفر بسازد ایده صفر بسازد که اینا صفر شده صفر نات اپلیکیت برای تا میگم صحیح شده شده اینا نگم شما در یک بار در هم بریم جی پی عبدت حالا برکار میگم عبدت چی؟ پالیسی میدی پالیسیتان بعد عبدت چرا؟ آنه یوزر عبدت has complete successfully پالیسی عبدت شد حالا برو دارن در CMD CLS اینجا چی نوشته کن؟ نوشته کن نیت یوزر فرش که بنامه کی؟ بنامه مثال سمی یک نام سلاش اید و بردی بس میکن اکاونت کمپلیت سکسس سی شد ای بود تاپک امروز ما شما که کبر شد روز دیگه باز انشاءالا LUSR MGR داریم و تقییبش میگریشن داریم باز به میترتیب سیکیورتی ها و انکرپشن ها انشاءالا پکتیکل ما شما داریم و موفق و کامل باشید.